خانم ها آقایان، شب همگی شما بخیر. من هما سرشار هستم و بسیار مفتخر و سربلند که از طرف برگزار کنندگان این نشست و گرد همایی سالیانه برای گرداندن جلسه امشب انتخاب شدم و در خدمتون هستم و بابت این محبت برگزار کنندگان سپاسگزاری میکنم از حضور همه شما در این جلسه و میدونم تعداد زیادی موندن پشت صف پارکینگ، دیگه امیدواریم به موقع برسن چون یه کمی هم دیر شروع کردیم تا بلکه دوستان از راه برسن. شاید تصور نمیشد که انقدر برای ورود به اینجا کار آسون نباشه و سخت باشه. در هر حال دوستانی هم که به ما خواهند پیوست رو مقدمشون رو گرامی میداریم. در جلسه امروز تلاش برای حقوق بشر در ایران، پشتیبانان و حامیان بسیار شایسته و ارزنده‌ای پشت این کار بودند که به ترتیب نهاد عفو بین الملل، نهاد دیدبان حقوق بشر، دیانت بهایی، کارزار بین المللی حقوق بشر در ایران، اتحاد برای ایران، گزارشگران بدون مرز، تلویزیون اندیشه، مجله جوانان و مرکز اسناد حقوق بشر ایران که از همه اینها برای این حمایت و پشتیبانیشون از طرف برگزار کنندگان این جلسه سپاسگزاری میکنم. همینطور سخنرانان و هنرمندانی که در جلسه امروز در خدمت شما خواهند بود به ترتیب ازشون دعوت میکنم که به روی صحنه بیان و با شما سخنانشون رو در میان بگذارن و سرکار خانم شهلا سرشار و آقای فسازاد هنرمند گرامی هم برای بخشی از هنرنمایی و موسیقی در خدمت شما خواهند بود در میانه برنامه. برگزاری جلسه امروز با همت و در واقع پشتیبانی بیدریق سرکار خانم دکتر نیره توحیدی که مدیر و استاد مرکز مطالعات اسلامی و خاورمیانه و رئیس کرسی جنسیت و مطالعات زنان در دانشگاه نورتیچ هستند برگزار شده. ایشون کمک کردند برای برگزاری این جلسه که سپاسگزاری میکنم ازشون. خانم دکتر توحیدی که دکترای خودشون رو در رشته روانشناسی آموزشی از دانشگاه ایلینویز گرفتند، در دانشگاه تهران هم لیسانس و فوق لیسانس خودشون رو گرفتند و سال هاست که در همسایگی ما در نورتیچ و در شهر لس آنجلس همراه با برگزاری جلسات متعدد و به ویژه جلسات سخنرانی دو زبانه دانشگاه UCLA در جهت کمک به اندیشه ورزی و همینطور گفتمان بین صاحبان اندیشه و نظر بسیار گام های موثری برداشتند و به همین مناسبت به خاطر اینکه این امکان رو در این سالن به این زیبایی و در دانشگاه نورتیچ برای ما فراهم کردن، خواهش می‌خواستم بکنم ازشون تشریف بیارن و چند کلامی با شما دوستان صحبت کنن. خانم دکتر نیره توحیدی. با تشکر از سرکار خانم هما سرشار گرامی، خانم ها آقایان، با درود فراوان و سلام های گرم بر شما، خوشحال و سرافرازم که از طرف دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در شهر نورتیچ سیسان به ویژه دانشکده علوم انسانی کالج آف هیومانیتیز و برنامه مطالعات خاورمیانه و اسلام شناسی میدل ایسترن اند اسلامیک استادیز به شما خوش آمد بگم. اجازه دهید از طرف همگی ما، از همکاران دانشگاهی که در این امر ما رو یاری رسوندند، هم چند کلمه تشکر کنم. With special thanks to the Dean of College of Humanities, Dr. Elizabeth Say, our wonderful Director of Development Office, Mr. Suren Seropian, Eli Falk, Mr. Eli Falk, Ms. Justine Suaz,
and many others who helped us to make this event possible. شاید بعضی از شما ندانید که دانشگاه نورتریچ یکی از پیشروترین، کسرتگراترین و ترقی خواهترین دانشگاه های کالیفرنیا است. این دانشگاه با بیش از 40,000 دانشجو از نژادها و اقوام و ملیتهای مختلف همواره حامی حقوق بشر و مرجعی مهم برای اقلیتها و دانشجویان مهاجر بوده است. از زمانی که من استاد این دانشگاه بودم، یعنی از 1997، تا به حال 3 بار ریاست دانشگاه تغییر کرده و هر 3 بار یک بانوی تراز اول ریاست این دانشگاه بزرگ رو بر عهده داشته که خود این نشانه مترقی بودن این دانشگاه است. چنانکه می‌بینین بعد از زلزله معروف نورتریچ با مدیریت شایسته و خلاق مدیریت دانشگاه بر زیبایی محیط طبیعی و معماری دانشگاه افزوده شده و در کنار اون البته پیشرفت‌های علمی و توسعه رشته‌ها و وسعت برنامه‌ها با موفقیت به پیش رفته. خوشحالم که چند تا از همکاران ایرانی دانشگاه نورتریچ رو الان در اینجا می‌بینم. امیدوارم ایرانیان عزیز نیز بیش از پیش از امکانات آموزشی و فرهنگی و سالن‌های مجهز و زیبای این دانشگاه برای برنامه‌های فرهنگی و هنری و اجتماعی و سیاسی خود استفاده کنند و رابطه جامعه ایرانیان با این دانشگاه چنان که با دانشگاه UCLA گسترش پیدا کند. اجازه دهید از فرصت استفاده کنم و به مثابه یک دانشگاهی که از زمان دانشجویی‌ام در کنار کسب دانش و علم و تدریس و تحقیق به مبارزه برای دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی متعهد و کوشا بودم، به سهم کوچک خودم تبریک‌ها و قدردانی‌های خودم را تقدیم کرده باشم به تلاش، گروه تلاش برای حقوق بشر در ایران، Striving for Human Rights in Iran. باعث خوشحالی و امیدواری است که هر سال تعداد بیشتری از هموطنان ایرانی در گوشه و کنار دنیا علاوه بر خود ایران به صفوف تلاشگران حقوق بشر و حقوق مدنی می‌پیوندند. در شهر لس‌آنجلس نیز سال‌هاست که در جهت ترویج و تشویق و آموزش حقوق بشر از طرف افراد و گروه‌های مختلف تلاش‌های با ارزشی صورت گرفته است، از جمله همین گروه Striving for Human Rights in Iran که امسال برای 7th بار برنامه سالانه خود را با زحمات و پشتکار بسیار برگزار می‌کند. من شخصا حداقل شاهد زحمات خانم کارمن موراندی، آقایان منوچهر کامرانی، الهام وحدت و اشکان رجبی و دکتر ثابتان در طی این چند سال بودم و به خصوص که با گردانندگی با کفایت سرکار خانم هما سرشار همیشه این جلسات به خوبی اداره شده است. امیدوارم همگی ما هر کدام گوشه ای از بار سنگین مسئولیت آموزش، ترویج و تشویق نهادی شدن حقوق بشر در فرهنگ خود را به پیش ببریم. من طی سالیان دراز تجربه، مبارزه، سفرهای متعدد متقاعد شدم که راه نجات ما در اعتقاد و اجرای اصول جهان شمول حقوق بشر و مبانی دموکراسی است. حتی دموکراسی هم بدون حقوق بشر راه به جایی نمیبرد. شناخت و تعهد و اجرای حقوق بشر یک فرهنگ است که طی سالیان از نهاد خانواده آغاز می‌گردد. و ما برای اینکه دنیایی بهتر برای خود و برای افراد بیشتری در انسان از انسان‌ها بسازیم، باید این اصول را در جوامع خود آموخته و نهادینه کنیم. امیدوارم امشب برای نمونه تجربه خوبی برای بزرگداشت این اصول باشد و همگی ما با خاطره خوب و احساس مسئولیتی بیشتر نسبت به آموختن این اصول این محل را ترک کنیم. اجازه دهید در پایان یک فیلم 3 دقیقه‌ای که به زبان انگلیسی است در ارتباط با مرکز مطالعات خاورمیانه و اسلام شناسی این دانشگاه که حامی این برنامه بوده پخش کنیم تا شما با این برنامه و با دانشگاه بیشتر آشنا بشید و امیدوارم جوانان رو، فرزندانتون رو و دوستانتون رو تشویق کنین که
جوانانی که به خصوص دانشجو در این دانشگاه هستند این رشته رو به عنوان رشته فرعیشون در نظر بگیرن. خیلی ممنونم آقای الهام، اگر لطف کنن این فیلم رو الان پخش میکنن. خیلی متشکرم. This new minor that we are very excited about is part of a new area studies that expands the global approach of the California State University at Northridge. A Middle East Studies program is a passport to that part of the world. When you are part of this minor, you've expressed a willingness to be open to people. Many people in the San Fernando Valley come from the Middle East and have Middle Eastern origins, and so understanding not only one's own origins but the origins of your friends and neighbors is important. The three largest populations in Southern California are Arabs, Iranians, and Armenians. And a lot of the Armenians themselves come from either Iran or Lebanon. So you put all those populations together, it's easily a million people. It's the largest community of people from the Middle East outside of the Middle East anywhere else in the world. We teach courses that also deal with Southeast Asia, with North Africa, and even Muslim communities in Europe and America, especially Muslims in America as communities, minority communities. We can bring together journalism students, design students, business students, geography students, all these different fields. There are many contours, social contours, that make up the history and sociology, anthropology of the Middle East. There was a lot that I didn't know about Muslims and about the religion of Islam, period. And so there were a lot of stereotypes, mostly negative, that I had taken as fact, things that had been, you know, portrayed in media, movies, TV shows. Jokes, you know, a lot of things that I didn't know. I think it's really beneficial to learn about other cultures and ethnicities, and it's even beneficial for people of that culture to take that minor as well. Los Angeles is a melting pot, and there's so many different people out here, and it's just important to learn about all of them and respect other cultures. For students in art and art history, for example, maybe they want to gain a better understanding of an area that they'll eventually go visit, or they'll engage in a business there. This program provides an academic home for a safe place to discuss, to learn, to argue, to have debates, to have to go beyond the news bites, beyond the stereotypes. We can lead you through the exploration of this culture and this world that might scare you. We can lead you through it, and you'll discover that there's wonderful things there. There are things there you don't like, and a lot of people don't like, and that's okay too. We need to learn about people different from us. از سخنران بعدی برنامه دعوت میکنم که روی صحنه بیان آقای دکتر مهدی آقازمانی که فارغ التحصیل مقطع دکترای علوم اجتماعی جامعه شناسی هستند و همینطور نویسنده، روزنامه‌نگار و کوشنده حقوق بشر. آقای دکتر آقازمانی در مطبوعات ایران فعال بودند و سردبیری نشریات متعددی از جمله ماهنامه دنیای جوانان، هفته‌نامه هراز، مجله دختران و پسران، ماهنامه مسافر، مجله آستانه، مجله کلبه، مجله صبح جوان، مجله رنگارنگ، ماهنامه بین المللی پیام جزیره را داشتند و طی این کوشش‌های روزنامه‌نگاری خودشون موفق شدن فصل تازه‌ای در مطبوعات ایران رو باز بکنن، فصلی که منجر به شکوفایی و رونق جراید تحلیلگر در ایران شد. از آقای دکتر مهدی آقازمانی تا کنون 3 جلد کتاب به نام‌های یادداشت‌هایی برای نهال در چاپ 1380 در تهران،
به من دروغ بگو اما نگو دوستم نداری چاپ 1385 تهران و 17 اسفند چاپ 1387 در تهران به انتشار رسیده. آقای دکتر مهدی آقازمانی از سال 2011 به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کردند و اینک علاوه بر آنکه به عنوان کارشناس مهمان با بخش فارسی شبکه‌های خبری ایرانی خارج از کشور فعالیت دارند، در مقام سردبیری مجله ایران شهر چاپ لس‌آنجلس نیز به فعالیت مطبوعاتی خودشون ادامه میدن و در تلویزیون اندیشه و همینطور رادیوی ایران 670 AM به عنوان مجری و تهیه کننده برنامه های جالبی رو ارائه میدن. آقای دکتر مهدی آقازمانی، عرض احترام خانم ها و آقایان گرامی. سال 1948 میلادی دو اتفاق میفته. 30 ژانویه مهاتما گاندی ترور میشه، مردی که پدر مبارزات بدون خشونت در عصر ماست، و در دسامبر همون سال هم اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب میشه. مهاتما گاندی درباره حقوق بشر یک جمله معروف داره در کتاب، در رساله البته هند سوراج، میگه همه مضحکه، همه از حقوقها حرف میزنند، یاد میکنند و بر اونها تاکید دارند، اما کسی از تکلیف صحبت نمیکنه، کسی از تکلیف یاد نمیکنه. من میخوام درباره تکلیف بشر صحبت کنم، تکلیف بشر در خصوص مردمی که ما به اسم اونها اینجا جمع شدیم، مردم ایران، مردمی که در کوچه ها و پس کوچه های کشور مادریمون ایران زندگی می کنند، مردمی که صحنه های بیشماری از حضور اونها رو در خیابان ها و کوچه های ایران دیدیم وقتی در صورت هم پنجه می کشند، مردمی که عصبانی اند و دیگر آزار، مردمی که به خود روا ندارند و به دیگری هرگز روا نخواهند داشت، مردمی که هر جا از دستشون برآمده برای دیگران زدند، دیگرانی که مثل اونها فکر نکردند، دیگرانی که به مذهب اونها باور نداشتند، دیگرانی که هم نژاد اونها نبودند. تا دلتون بخواد جوک داریم برای ترک و لور و شمالی، تا دلتون بخواد کرد و ترک و بلوچ و عرب جدایی خواه بودند، تا دلتون بخواد ما بهایی ها رو آزردیم، یهودی ها رو آزردیم، مسیحی ها رو آزردیم. بگذارید با هم واقع باشیم، واقع بینانه به خیابان های تهران نگاه کنیم، به این صحنه ها، یک به یک صحنه هایی که میبینید از وقتی که پنجه در گلوی دیگری نمیزنیم، پنجه در گلوی خودمون میزنیم. او که روبروی ما ایستاده مثل ما انسانه، او که روبروی ما ایستاده فارغ از جنسیت، مذهب و طرز فکرش انسانیست مثل من و تو، و ما پنجه در صورت خود میکشیم. ما همون آدم ها هستیم، حتی وقتی کوله بارمون رو بر میداریم و از ایران بیرون میاییم، میاییم در خیابان های شهرهای بزرگ دنیا و قدم میزنیم در هوای مطبوع آزادی غرب، در واشنگتن، نیویورک، لس آنجلس، لندن و پاریس، و میخزیم در کافه ها کنار اینترنت، و به جای پنجه کشیدن حالا به جای چاقو و متلک در خیابان های تهران استفاده میکنیم از رکیک ترین واژه ها به صورت کامنت زیر عکس ها، زیر فیلم ها، زیر گفتگوها. ما همون آدم ها هستیم، روزی با ابزار خشونت فیزیکی و گاهی با سوء استفاده از قوانین آزادانه. ما همون آدم ها هستیم، فراموش میکنیم زندانیانی که در زندان لب به اعتصاب غذا گشودند، یکی دوتا نیستند که اسم بیارم.
بعد در مقام روزنامه نگار، در مقام فعال حقوق بشر، در مقام نماینده اینجا و آنجا پشت تریبون های چند میلیون دلاری میستیم، صدا کلفت میکنیم و حرف های قشنگ میزنیم و باز گروهی دیگر اون سمت نشستند تا با همون واژه های رکیک از نو نشون بدن که ما مردمی هستیم دیگر ستیز، ما مردمی هستیم زشت پندار، ما مردمی هستیم که هنوز که هنوزه حقوق اولیه انسانی خودمون رو ضایع شده میبینیم. آیا این تکلیف ما نیست که به این مسئله واقف شیم؟ آیا این تکلیف ما نیست که به این صحنه ها پایان بدیم؟ صحنه هایی که در پناه فقر شکل میگیرند و هر روز پیش از روزهای قبلتر جلوه میکنند؟ آیا این وظیفه ما نیست که فراموش نکنیم همه آدم هایی که در کنار ما زندگی میکنند مثل ما و مانند ما انسانند؟ چه در خیابان‌های حقیقی شهرها و چه در کوچه پس کوچه‌های مجازی، پشت کامنت‌ها، رنگ‌ها، حرف‌ها، سرودها و صحبت‌ها. اما وظیفه ما چیست؟ تکلیفی که از اون صحبت کردیم چیست؟ تکلیف من و تو، ما، یکایک ما، نه فقط 70 میلیون ایرانی، 80 میلیون ایرانی، فارغ از همه حکومت‌های استبدادی در دنیای ما، وظیفه ما انسان‌ها چیست؟ حرفی که گاندی میگفت چه بود؟ وقتی به طعنه میگفت همه از حقوق‌ها یاد می‌کنند و کسی حتی به تکلیف‌ها فکر نمی‌کنه. پایان دادن به این صحنه‌ها کار حکومت‌هاست؟ یا کار من و تو؟ من و تو که به اندازه قد زندگی خودمون بیشتر قدرت نداریم، ولی تاریخ معاصر ما نشون داده هستند مردان و زنانی که تصمیم میگیرند و تغییر ایجاد میکنند، تغییراتی بنیادین و ریشه‌ای، تغییراتی که میتونه زمینه تحول‌های آینده رو فراهم کنه، تغییراتی که زندگی ما رو عوض خواهد کرد، تغییراتی که از یک جرقه کوچک شروع خواهد شد و تا بلندای همه رویدادهای روز زندگی ما استمرار پیدا میکنه. اما چه کسانی هستند که به این تغییرها مسیر میبخشند؟ اونها رو باور میکنند و این صحنه های تازه رو میسازند. کسانی که دوست ندارند قربانی باشند، معترضند. کسانی که باور دارند در پناه اعتراض اجازه نخواهند داد نامشون در مسیر قربانی بودن تبدیل به سنگی دیگر بر بنای سنگی و زشت و کهنسال تبعیض و تفاوت برای نسل ها و قومیت ها باشه. مردانی که میپذیرند زنانشون با اونها برابرند، مردانی که دوست دارند، مردانی که دوست دارند همپای زنانشون به حجاب اجباری نبگند. مردانی که با آرش صادقی، محمد علی طاهری و ده ها زندانی سیاسی دیگه لب میبندند و زنانی که لب میبندند مثل گلرخ ایریایی، مثل مادر سال خورده محمد علی طاهری و پشت هیچ عنوان دکتری قایم نمیشند تا تمطراق دکتری خودشون رو با تبعیض به رخ دیگران بکشند، نه سیاست مدارند و نه مشتاق نام، مردم کشور من و تو هستند، مردمی که مثل مسیح علی نژاد که اینجا هست تن می سپرند و پشت می کنند به فش ها و هم همه ها و حرف از برابری می زنند، حرف از تغییر می زنند. تکلیف ما تغییر است، ایجاد تغییر در زندگیمون، از خانه های کوچکمون تا تمام افق های دید که می توان آن را دید. ما صاحبان فردا هستیم اگر تغییر کنیم و دنیای خود رو تغییر بدیم. اجازه میخوام از دوست خوبم رامین برزگر تشکر کنم که هر اونچه اینجا دیدید ماحصل هنر او بود. ممنونم.
سپاسگزار دکتر مهدی آقازمانی هستم برای این سخنرانی پر از هیجانشون. سخنران بعدی ما، سخنران ویژه بخش اول برنامه هستند، خانم دکتر مهرانگیز کار، وکیل و نویسنده ایران. مهرانگیز کار، وکیل، کوشنده حقوق بشر، نویسنده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در دانشگاه تهران در رشته علوم و حقوق سیاسی و قضایی لیسانس گرفتند و سپس با گذراندن امتحان کانون وکلای دادگستری به عضویت آن کانون در آمدند و به جمع وکلای مدافع ایران پیوستند. مهرانگیز کار پیش از انقلاب به کار روزنامه نویسی در زمینه‌های اجتماعی اشتغال داشت و عضو سندیکای نویسندگان مطبوعات ایران بود و بیشترین نوشته‌هاش در مطبوعات پیش از انقلاب و به خصوص در مجله فردوسی و روزنامه کیهان به چاپ رسیده است. مهرانگیز کار مدت 22 سال در رژیم جمهوری اسلامی ایران دفاع از موکلین خود را در دادگاه‌ها به عهده داشت و در بیشتر پرونده‌ها دفاع از زنانی را که در خطر خشونت‌های قانونی مندرج در قانون مجازات اسلامی بودند می‌پذیرفت. خانم کار حاصل تجربه‌های دوران وکالت خود را در بیش از 100 مقاله درون کشور در ماهنامه زنان، آدینه، سفر و مطبوعات خارج از کشور انتشار دادند و در این نوشته‌ها و مصاحبه‌ها بر ضرورت تجدید نظر در قوانین، رفع تبعیض، خشونت زدایی از قوانین و نزدیک شدن به ضوابط جهانی حقوق بشر در حوزه قانونگذاری و همچنین بر قانونمندی و ضرورت بردباری حکومت در برابر اعتراض بی خشونت مردم، آزادی بیان، محاکمات منصفانه، احترام به کرامت انسانی در مورد شهروندان با هر نوع بینش سیاسی و دینی تاکید داشتند و در مجموع خشونت زدایی از رفتار حکومت و تاکید بر حقوق شهروندی الهام بخش مهرانگیز کار در فعالیت‌های مطبوعاتی، انتشاراتی و وکالتی او بوده است. در دوران پرخطر و خشونتبار موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای، خانم کار به عضویت هیئت مدیره کانون نویسندگان ایران انتخاب شد و گزارشگر قفلت قوه قضاییه در پیگیری قتل‌ها در مطبوعات اصلاح طلب بود. خانم مهرانگیز کار یکی از شرکت کنندگان کنفرانس ایران پس از انتخابات مجلس ششم بود که در سال 2000 میلادی به دعوت بنیاد هنریش بل و حزب سبزهای آلمان در برلین برگزار شد. پس از بازگشت، مهرانگیز کار بازداشت شد و با تحمل 54 روز سلول انفرادی به قید وثیقه آزاد گردید و در جریان یک محاکمه غیرمنصفانه و غیرعلنی به 4 سال حبس محکوم شد. از سال 2002 خانم کار در امریکا اقامت دارد و همسرش زندیات سیامک پورزند پس از خروج مهرانگیز کار از ایران که با میانجیگری اتحادیه اروپا به منظور درمان بیماری سرطان پیشرفتشان میسر شد دستگیر گردید و پس از تحمل 3 سال زندان و شکنجه در حبس خانگی قرار داده شد. سیامک پورزند در آوریل 2011 به عنوان اعتراض نسبت به خشونت‌هایی که خود و خانواده‌اش متحمل شده بودند و فرزندان او را وادار به ترک کشور کرده بودند از دیدار آنها محروم مانده بود، در 80 سالگی به زندگی پربار و پرمهنت خود خاتمه داد. از مهرانگیز کار 15 کتاب در ایران منتشر شده و از 6 کتاب به زبان فارسی در خارج از کشور و 1 کتاب و چندین مقاله در مورد قوانین ایران و ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی به زبان انگلیسی انتشار یافته است. نتیجه پژوهش‌های او در زمینه وضعیت حقوق بشر و حقوق زن و ساختار حقوقی حکومت به صورت مقالات متعدد در نشریات گوناگون مرتبط با دانشگاه‌های آمریکا چاپ شده است. خانم کار تا به حال چندین جایزه بین المللی حقوق بشر را از آن خود کردند، از جمله جایزه لودویگ ترافیو از فرانسه و جوایز دیگری که مهمترین آن جایزه اول حقوق بشر آمریکا و چندین جایزه دیگر در کارنامه‌اش به ثبت رسیده است. مهرانگیز کار مدتی به دعوت دانشگاه کیپتان در آفریقای جنوبی زمان گذرانده و در آنجا به گذار به اعتراض ها و در واقع گذار به بیخشونتی کشور و حکومت تحقیق کردند و که بخش از این تحقیقشون
منتشر شده و اخیراً هم در یک فرصت مطالعاتی در مدرسه جان اف کندی هاروارد برای پژوهش خودشون به سر می بردن. در سالهای 2010 و 2011 مدتی در مصر بودن و تحقیق می کردن. یکی دو سالی هم استاد مهمان در دانشگاه براون و همکنون نویسنده و پژوهشگر مهمان دانشگاه نورتریش هستند و آخرین کتاب ایشان با عنوان ایمان به خون‌آلوده توسط نشر گردون در برلین چاپ شده که در شهر لس آنجلس هم در دسترس شما علاقمندان قرار داره. خانم دکتر مهرانگیز کار. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. دوست ما خانم هما سرشار خیلی زحمت کشیدن و خیلی وقت زیادی برای معرفی من به کار بردن. در هر حال از ایشون متشکرم و از همه شما که تحمل میکنید حرفهای تکراری ما رو. در هر حال لازم نیست که از حقوق بشر حرف بزنیم، مخصوصا در مورد ایران. در ایران هیچ وقت حقوق بشر به مفهوم واقعیش در دسترس نبوده و حالا میشه عوامل متعددی رو درباره این فقدان ازش یاد کرد، ولی اونچه مسلمه ما همواره از حکومت‌های برخوردار بودیم که با اینکه دو تا انقلاب رو پشت سر گذاشتیم، ولی این حکومت‌ها به خواسته های این دو انقلاب کمترین توجهی نکردن. ولی بیش از اون من دلم میخواد استفاده کنم از این موقعیت و توجه بدم به مشکلاتی که فعالان حقوق بشر در حال حاضر با اون روبرو هستند، مخصوصا فعالان حقوق بشر حوزه خاورمیانه، خاور نزدیک یا هرچه بهش بگیم، و مخصوصا کشور ما ایران. فعالان حقوق بشر در موقعیت خاصی قرار گرفتن در حال حاضر که فقط نگران این نیستند که حرفهاشون بی اثر باشه، و بلکه نگران اون هستند که اساساً در شرایطی قرار گرفتن که بتونن حرف‌های درستی بزنن یا نه. وضعیتی که ما درش قرار گرفتیم از چند زاویه ما رو تحت فشار قرار داده برای اینکه از حقوق بشر مخصوصاً در ایران حرف بزنیم. شرایط جهانی مانع بزرگی شده در برابر ما و این مانع به اندازه‌ای است که گاهی وقتها ما از اینکه بخواهیم درباره حقوق بشر در ایران فقط در ایران حرف بزنیم ممکنه که احساس رضایت نکنیم. شرایطی که در سوریه اتفاق افتاده موقعیتی رو به وجود آورده که تا حدودی زبان فعالان حقوق بشر رو نسبت به کشوری مانند ایران که در حال حاضر خیلی ها معتقدند، حتی خیلی از روشنفکران درون ایران معتقدند که هرچه هست هست، فقط خدا کنه مثل سوریه نشیم، این خیلی گرفتاری بزرگی شده برای فعالان حقوق بشر ایرانی. حالا حتما فعالان حقوق بشر دیگر کشورها هم با این معضل روبرو هستند، ولی ما بیشتر برای اینکه حکومتی که ما گرفتارش هستیم حکومتی است که سوء استفاده میکنه از شرایط جهانی و خیلی خوب یاد گرفته این سوء استفاده رو. در نتیجه بسیار آسان حتی خارج از ایران ترویج میده و تشویق میکنه این نقطه نظر رو که در مقایسه با سوریه مردم ایران در بهترین شرایط امنیتی دارن زندگی میکنن و این ناشی از
حاکمیت کنونی ایرانه، یا باز در موارد دیگه استفاده میکنه و خودش رو بسیار موجه جلوه میده در دنیا. دنیا هم اونقدر که ما فکر میکنیم تیزبین نیست به مسائل. یعنی من وقتی که در ایران بودم خیال میکردم که او خارج از ایران همه به وضعیت و مشقت‌های ما واقف هستند، با خبرند. ولی بعد که اومدم خارج و چند سال گذشت متوجه شدم که چه سوء تفاهمی وجود داره و چقدر کج فهمی وجود داره نسبت به شرایط ایران در خارج از ایران. اولین باری که من صدمه خوردم در خارج از کشور موقعی بود که اسیستن یک استاد حقوق بشر شدم در دانشگاه هاروارد، برای اینکه من کنارش باشم و وقتی که او درباره مفاهیم حقوق بشری حرف میزنه من بعضی از موارد نقض حقوق بشر در ایران رو برای دانشجویان بگم. دانشجویان این دانشگاه مثلا این کلاس 400 نفر بودن و بعد که من حرفم تمام میشد میدیدم که صف کشیدن پشت دو تا بلندگویی که در دو طرف سالن بود و باور بفرمایید که همه اونها گفتن این چیزایی که شما راجع به ایران گفتین عین همون چیزاست که در آمریکا هست. و اونجا بود که من فهمیدم که ای کاش آدم ایران رو ترک نکنه، حالا به هر سرانجامی که منجر بشه. البته خب به هر حال عقل ایجاب میکنه که آدم از مرگ فرار کنه، از دیو و دد فرار کنه، ولی اینجا هم آدم متوجه میشه درک درستی ندارن از وضعیت حقوق بشر در کشورهای مانند کشور ما. در هر حال این مقدمه رو گفتم برای اینکه بگم چقدر فعالیت حقوق بشری سخت و دشوار شده. ما رو دائما با عربستان سعودی مقایسه میکنن و فکر نکنید آدمای عامی این کارو میکنن. من در بخش فارسی رادیوهای تلویزیونهای مهم خارج از کشور مشاهده میکنم کارشناسای خیلی تحصیل کرده مقایسه میکنن ایران رو با عربستان سعودی و میگن که در مقایسه با عربستان سعودی وضعیت حقوق زن در ایران خیلی خوبه و گویا که اصلا تاریخ کشورشون نخوندن و نمیدونن این کشور دو تا انقلاب پشت سر داره، ده ها رفرم پشت سر داره، جامعه ساکتی نبوده، جامعه تسلیمی نبوده، در حالی که تنها نهضت و جنبشی که ما شاهدش هستیم در عربستان سعودی جنبش مثلا حق رانندگی زنانه که اونم بلا فاصله سرکوب میشه. خب ما این سوء تفاهم جهانی رو باش مواجه هستیم، از طرف دیگه نگاه دوگانه غرب رو باش مواجه هستیم نسبت به وضعیت حقوق بشر. باز هم مثال میزنم در دو کشور ایران و عربستان سعودی که آدم ها رو گردن میزنن ولی به ندرت میبینیم که نسبت بهش حساسیت حقوق بشری در جوامع غربی اتفاق بیفته. این هم مزید بر مشکلات ما شده و وقتی حرف میزنیم از حقوق بشر بلافاصله گریبانمون رو میگیرن. بنابراین میشه گفت که قربانی ترین کسانی که قربانی نقض حقوق بشر هستند در شرایط کنونی فعالان حقوق بشر، به خصوص فعالان ایرانی حقوق بشر هستند، هم درون کشور و هم بیرون از کشور. نقش حکومت رو نمیشه اساساً نادیده انگاشت در وضعیت حقوق بشر در کشورها.
درسته که خب مردم خوبه که در رفتار خودشون هم تجدید نظر کنن، ولی به طور کلی مجموعه ضوابط جهانی حقوق بشر در مقابله با حکومت‌ها و دولت‌ها شکل گرفته، وگرنه فرهنگ سازی کار ضوابط جهانی حقوق بشر نیست. فرهنگ سازی کار حکومت‌هایی است که بخواهند فرهنگ سازی کنند و نه حکومتی مثل جمهوری اسلامی ایران که اساساً وقتی روی کار اومد ابداً مردم چنین رفتار و عاداتی نداشتند. نمیگم مردم ایدئال و حقوق بشری بودند، ولی به هیچ وجه این اندازه خشمگین نبودند، این اندازه پرخاشجو نبودند که در حال حاضر هستند. بنابراین نقش حکومت برای اینکه پیشتر باشه از فرهنگ عقب افتاده ترین دستجات مردم بسیار مهمه. وقتی حکومتی عقب افتاده تر هست از فرهنگ و مقتضیات اجتماعی یک کشوری، طبیعتاً مردم اون کشورم با خودش میبره به جاهایی که سخنران قبلی کوشش کردن تصاویری از اون رو به شما عرضه کنن. در هر حال ما در شرایطی به سر میبریم که نظم حقوق بشری در کشورمون به علت عدم کفایت حکومت برقرار نیست و شاید باید توجه کنیم به یکی از اصول و قوانین سیگانه اعلامیه جهانی حقوق بشر که فکر میکنم اصل 28 یا 29 اون باشه که میگوید وقتی نظم حقوق بشری در جامعه پابرجا نیست، حکم فرما نیست، مردم در اون جامعه مقید نیستند به اینکه تکالیف خودشون رو به طور کلی انجام بدن، یعنی تکالیف شهروندیشون رو انجام بدن. این به معنی تجویز نافرمانی مدنیه در کشوری که موازین جهانی حقوق بشر رو مراعات نمی کنه. بنابراین ما یک مجوز برای نافرمانی مدنی داریم و از این مجوز هم بارها در حکومت جمهوری اسلامی که فعلا مورد بررسی ماست استفاده کردیم و سرکوب شدیم. هنوز هم نمیشه گفت ایران جامعه مرده است. اگر جامعه مرده بود اینقدر بحث حقوق بشر گسترده نشده بود. اگر حوصله کردید یک مصاحبه آقای عمادالدین باقی داره با یکی از روزنامه‌های ایران که دیروز منتشر شد و با اینکه این مرد متدین خیلی مسلمان هست، ولی مصاحبه بسیار روشنگری داره و توجه میده به مذاکرات نزدیک ایران و اتحادیه اروپا درباره حقوق بشر و تأکید میکنه که حکومت ایران مثل اینکه هنوز متوجه نشده که مذاکره محلی نیست که اتحادیه اروپا مثل شاگرد بشینه و حکومت ایران مثل استاد براش از حقوق بشر اسلامی حرف بزنه و اتحادیه اروپا هم قبول بکنه. این مصاحبه بسیار مصاحبه درخشانیه، مخصوصاً که یک مسلمان معتقد پاسخ داده به سوالات حقوق بشری. بنابراین ایران کشور زنده است و عمادالدین باقی از درون ایران این مصاحبه رو انجام داده و خیلی های دیگه، و در حال حاضر یک کسی که به هر حال عنوانش هست نماینده مجلس، هرچند که نه ما انتخابات آزاد داریم و نه مجلس مستقل، میبینید که در برابر تعدی به مسئولیت پارلمانی چگونه داره ایستادگی میکنه و بسیاری موارد دیگر که شاید
خانم مسیح علی نژاد به علت زندگی درون ایران به عنوان خبرنگار پارلمانی و زندگی خارج از ایران باز هم با تلاش برای اینکه با ایران و افراد صاحب مقام در ایران رابطه داشته باشه بهتر برای شما بیان بکنه درباره زنده بودن اون جامعه و نه اینکه اون جامعه فقط پرخاشگر شده و نمیتونیم بگیم که در آینده خواهد توانست تغییرات عمده به وجود بیاره. و خوشبختانه سخنران اول در آخر سخنرانیشون به این موضوع توجه دادن. اما قرار بوده من درباره خشونت علیه زنان حرف بزنم که در اصل میشه گفت که همون مورد اصلی روزخونی ما هاست و همه حرفا رو میزنیم تا به اونجا برسیم. خشونت علیه زنان البته میشه گفت که جهانیه، اصلا نمیتونیم بگیم که خاص ایران هست. خشونت علیه زنان در مواردی که خانگی است اغلب امری پنهانی است، کمتر دربارش خود زنها حرف میزنند و اغلب کتمانش میکنن. ولی من دلم نمیخواد این چند دقیقه رو که وقت دارم درباره خشونت خانگی حرف بزنم و ترجیح میدم درباره خشونت‌های حرف بزنم که حکومت در حقیقت این خشونت‌ها رو ترویج میده با خطبه‌های نماز جمعه که در ایران مرسومه و هرچند که ما میدونیم مردم ایران اصلا به این خطبه ها گوش نمیدن و شنونده های این خطبه ها اغلب ماها هستیم که دنبال سوژه میگردیم و وقتی ما به یه ایرانی که از ایران اومده میگیم که مثلا فلان خطبه رو شنیدیم میگن وای مگه ما دیوونه ایم این خطبه ها رو گوش کنیم، بعد من میفهمم خب منظورش اینه که ما دیوونه ایم که این خطبه ها رو گوش میکنیم. خب اینا هست، واقعیت اینه که مردم در این حال که خب اون حکومت بالا سرشونه ولی فارغ از اون حکومت دارن زندگی میکنن و ما که خارج از کشوریم بیشتر آلوده کارای اون حکومت هستیم و چه بهترم که اینطوره، برای اینکه اگر اینطور نبود شاید خیلی صداها خاموش میشد، برای اینکه کسی جرأت نمیکرد راجع به خطبه حرف بزنه. خطبه سر دادن که نباید کنسرت در آستانه قدس اساساً مطرح بشه و دیدیم که کنسرت ها رو تعطیل کردن و بعد امام جمعه های دیگر کشورها ترسیدن از اون عقب بمونن، یکی یکی در شهرهای دیگه بالاخره وزیر ارشاد استعفا داد و یکی هم این وسط گفت که اگر حضرت امام رضا الان زنده بودن حتما به این کنسرت می رفتن و در این کنسرت شرکت می کردن. خب اینا نشان دهنده زنده بودن یک ملت هست. و اما راجع به خشونت علیه زنان، ساختار قوانین ایران را نمیتونیم بگیم که مردم قانون گذاری کردن، نه نمایندگانی که در این مجالس بودن نمایندگان مردم ایران بودن و نه اینکه میشه گفت اگر که در یک کشوری یک دستجاتی فرهنگ عقب افتاده دارن اون حاکمیت حق داره متناسب با خاص اونا قانون گذاری بکنه. اگر اینطور بود ما تا حالا حتی یک مدرسه هم نداشتیم، چه برسد به این همه دانشگاه که در دوران جمهوری اسلامی حتی داریم. برای اینکه آقای شیخ فضل الله نوری معتقد بود که زنان نباید سواد یاد بگیرن و اصلا معتقد بود که منکر سواد آموزی، ولی از بعد از شیخ فضل الله نوری چقدر مدرسه در ایران باز شد، چقدر دانشگاه در ایران باز شد، در حال حاضر چقدر دانشجوی دختر داریم. پس بنابراین نمیتونیم بگیم مثلا اگر یک فرهنگ منحط بخشی از جامعه مخالف بود
با دانش آموزی زنان، حکومت هم حق داره که قانون گذاری بکنه برای اینکه اساساً زنان نتونن درس بخونن. پس میشه فرهنگو عوض کرد و در 100 سال اخیر حکومت ها بودن که حمایت کردن از آموزش زنان و اون فرهنگ تغییر پیدا کرده، حتی در پایین ترین طبقات اجتماعی ایران، حتی در اون طبقاتی که ما بهشون میگیم حزب اللهی، ما معتقد هستیم که تاریک فکر هستن، همه اونا بچه هاشون میرن مدرسه. ولی این حکومت به علت سوء مدیریت کاری کرده که یه بخش بزرگی از دانش آموزان، حتی 5 میلیون نفر رو تا حالا ما آمار داریم که اسم نویسی نکرده باشن در مدارس، و بیشتر اینها البته دختر هستند. سوء مدیریت به انواع مختلف بوده، بحران اقتصادی بوده، به علت پافشاری بیهوده برای صنایع انرژی هسته‌ای که دیگه گزافه‌گویی است اگر بیشتر بگم، این همه سرمایه گذاری کردن ولی 5 میلیون بچه در اون مدرسه اسم نویسی نمی کنه، بیشترشون هم دختر هستن. این همه کودکان خیابانی داریم، کودکان کار داریم. در قانون مدنی ایران تمام قوانین ناظر بر خانواده به نحوی خشونت بر ضد زنان رو ترویج می کنه، از تمکین بگیرید تا طلاق آزادانه، حق مطلق طلاق برای مردان، حق محدود طلاق برای زنان، قوانین ناظر بر ارث که سهم زن رو بسیار اندک تعیین کرده و بسیاری موارد دیگه که وقت نیست تک تک اونها رو بگیم. سن ورود به مسئولیت جزایی رو قانونگذار ایران که نمایندگان همه مردم ایران نبودند 9 سال به سال هجری قمری تعیین کردند، 9 سال تعیین کردند و برای پسران 15 سال، یعنی دخترها اگه مرتکب جرم بشن 6 سال جوانتر از پسرها ممکنه که بازداشت بشن و متحمل مجازات های سنگین. آدم مثلا نمیدونه چی بگه درباره یک چنین قانونی، چطوری میتونه اغماز بکنه و از گفتنش پرهیز کنه، و اگر میگه بگه این برپایه کدوم متون بوده. اگر بگن برپایه متون اسلامی هم بوده، اون متون اسلامی در حال حاضر نمیتونه واجد اعتبار باشه. خونبهای زنان رو نصف خونبهای مردان قرار دادن که باز خودش ترویج مستقیم یا غیر مستقیم خشونته، یعنی به هر حال اگر مردانی باشند که به هر حال مردان سالمی نباشن از نظر روانی، حتما بها میدن به این موضوع که خونبهای زن نصف خونبهای مرده. خونبهای کافر هیچه، صفره. و اخیراً چند ساله که خونبهای مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان رو مساوی کردن با خونبهای مسلمان‌ها، ولی تا پیش از اون من به یادم میاد موقعی که وکالت می‌کردم خیلی سال پیش قبل از اینکه این اتفاق بیفته، یک مسلمان یک زن کلیمی رو کشته بود و بعد که خیلی دیگه من فکر کردم موفق شدم و وکیل خیلی موفقی هستم و توانستم ثابت کنم که اون مرد، اون زن کلیمی رو کشته، اون مرد مسلمان، متوجه شدم که قرار شد اون آقا 20,000 تومان دیه بده بابت اون زن کلیمی. و چون اون آقا مؤثر بود، یعنی پول نداشت و میتونست ثابت کنه که مؤثر هست، هیچی نداد. و بعد من یه روز که میرفتم دادگستری، اون آقا رو دم یه دادگاه دیدم با یک کیف سامسونت و خیلی شیک و پیک اومد به من گفت خانم کار، دلتون نمیخواد با من همکاری کنین؟ گفتم مگه شما چی کار، من شما زندان نیستین؟ گفت نه، من که زندان نبودم.
مسلمان بودم، غیر مسلمان رو کشته بودم، اونم دیه بود که اونم تموم شد. گفتم خب من حالا در چه مورد باید با شما همکاری کنم؟ گفت که من به علت اون پرونده با قضات زیادی آشنا شدم و میتونم در پرونده ها به شما کمک کنم و اون وقت نصف نصف ما حق الوکاله رو با هم تقسیم بکنیم. من اونجا فاتحه خودم و قوه قضاییه و ایران رو خوندم، ولی از اونجایی که نمیخواستم ایران رو ترک کنم موندم و خب خودم مورد خشونت قرار گرفتم و خانوادم همونطور که خانم هما سرشار گفتن در حال دوباره دور شدم از موضوع. موضوع خشونت علیه زنان بود، در قانون مجازات اسلامی به فراوانی پیدا می کنیم مواد و تبصره های مربوط به خشونت رو. حتی ضرب و شتم زنان از یک حدی که بگذره دیش نصف دیه مردان هست و به همین دلیل هست که اگر که ضارب مرد باشه و مضروب زن، چه بسا که ممکنه پول کمی بده و رها بشه. در حال اینا فقط نمونه های کوچکی بود از خشونت هایی که با وساطت حکومت نسبت به زنان اعمال میشه و نه فقط نقش مردمی و نقش مردان در کار این خشونت هست. باز به یادم میاد که برای یک آلمانی که در سفارت کار میکرد میخواستن پرونده سازی بکنن، اطلاع پیدا کردن که این آلمانی که خب غیر مسلمان بود با سیکرترش که مسلمان بود به هر حال یه رابطه عاشقانه دارن و این پرونده رو ساختن. در فرودگاه اون آلمانی رو دستگیر کردن و بعد به جرم اینکه مسلمان به جرم اینکه غیر مسلمان با مسلمان زنا کرده بود حکم اعدام برای اون آلمانی صادر کردن که غیر مسلمان بود و خب بسیار مسائل دیپلماتیک در سیاست خارجی به وجود اومد به علت این رابطه عاشقانه غیر مسلمان با مسلمان. در هر حال آمدند و علامت این است که من دیگه نباید حرف بزنم. بیشتر خشونت هایی بر ضد زنان در ایران اعمال میشه ناشی از حکومت و ناشی از قانون و ما نیاز داریم به یک تغییر بزرگ و با تغییرات کوچک هم به جایی نخواهیم رسید. متشکرم.